تقویم تاریخ در 15 جولای سال 1606 میلادی برابر با سال 2165 ایرانی و در چنین روزی رامبرانت نقاش شهیر در لیدن هلند به دنیا آمد و 63 سال عمر کرد. وی که قسمت اعظم عمر خود را در آمستردام به سر برده بود، شاهکارهای هنری بیمانندی از خود به جای گذارده است که پورتری خودش یکی از آنهاست. رامبرانت در بکار بردن سایه روشن در نقاشی نبوغ داشت. در سال 1840 میلادی برابر با سال 2399 ایرانی و در چنین روزی، معاهده سیاسی لندن که ضامن استقلال کشور مصر بود در زمان محمد علی پاشا خدیو مصر بین دولتین روسیه و اتریش و پروس امضا شد. مارگارین تلفظ انگلیسی آمریکایی آن مارجرین است که به کره نباتی نیز معروف است. 15 جولای سال 1869 میلادی برابر با سال 2428 ایرانی و در چنین روزی توسط موریه فرانسوی اختراع شد. پژوهشگران پزشکی اخیراً مصرف آن را برای کسانی که سطح کلسترول خون آنان بالاست منع کردند. در سال 1889 میلادی برابر با سال 2448 ایرانی و در چنین روزی برج ایفل که توسط مهندس ایفل فرانسوی در 3 طبقه به ارتفاع 320 متر ساخته شده بود در پاریس افتتاح شد. امروز سالگرد درگذشت آنتوان چخوف، داستان‌نگار و نمایشنامه‌نویس بلندآوازه قرن 19 روسیه و جهان است که در 15 جولای سال 1904 میلادی برابر با سال 2463 ایرانی و در چنین روزی در 64 سالگی فوت شد. در 24 تیر ماه 1288 خورشیدی برابر با 15 جولای سال 1909 میلادی و برابر با سال 2468 ایرانی و در چنین روزی شهر تهران پس از یک روز جنگ خیابانی به دست افراد مسلح بختیاری گیلان و مجاهدین مشروطیت افتاد و محمد علی شاه قاجار پس از اطلاع از آن با خانواده‌اش به ساختمان تابستانی سفارت روسیه در زرگنده قلهک پناهنده شد. در 15 جولای سال 1910 میلادی برابر با سال 2469 ایرانی و در چنین روزی 4 مرد مسلح وارد خانه آیت الله عبدالله بهبهانی از سران انقلاب مشروطیت شدند و او را کشتند. در اعتراض به این عمل مجلس شورای ملی جلسات خود را تعطیل کرد و کسبه تهران دست از کار کشیدند و عزای عمومی اعلام شد. در سال 1920 میلادی برابر با سال 2479 ایرانی و در چنین روزی با نزدیک شدن نیروهای اعزامی فرانسه به شهر دمشق، امیر فیصل از طایفه هاشمی حجاز که از سوی انگلستان به پادشاهی سوریه منصوب شده بود از آن شهر فرار کرد. سوریه و لبنان از متصرفات سابق عثمانی در پایان جنگ جهانی اول سهم فرانسه شده بودند و با فرار امیر فیصل پیش دستی انگلستان در نصب پادشاه برای سوریه بی حاصل شد. دمشق در 18 جولای آن سال به تصرف نیروهای فرانسه درآمد. امیر فیصل که تنها 3 ماه پادشاه سوریه بود، بعداً به تصمیم انگلستان پادشاه عراق شد. کشوری که انگلیسی‌ها آن را از کنار هم قرار دادن 3 ایالت مختلف المذهب و نژاد امپراتوری از میان رفته عثمانی ساخته بودند. در سال 1923 میلادی برابر با سال 2482 ایرانی و در چنین روزی قانونی به تصویب پارلمان انگلستان رسید که زنان می توانند در صورتی که شوهرانشان با آنان خیانت کنند طلاق بگیرند. 5 سال پس از پرتاب تلستار 1، نخستین ماهواره مخابراتی به فضا در 10 جولای 1962 میلادی برابر با سال 2521 ایرانی و در چنین روزی بخش سمبولیک برنامه 3 ساعته دنیای ما برای مخاطبان 19 کشور در 25 ژوئن 1967 از 15 جولای این سال و از طریق رله ماهواره‌ای کار پخش جهانی برنامه‌های عادی شبکه‌های تلویزیونی آغاز و روزمره شده است.
در سال 1963 میلادی برابر با سال 2522 ایرانی و در چنین روزی کنفرانس سه جانبه آمریکا و انگلیس و شوروی برای امضای قرارداد منع آزمایش‌های اتمی در کاخ کرملین تشکیل شد. در سال 1965 میلادی برابر با سال 2524 ایرانی و در چنین روزی ماهواره مارینر آمریکا که روز 27 نوامبر 1964 میلادی به فضا پرتاب شده بود از نزدیک مریخ گذشت و عکس‌های جالبی به زمین مخابره کرد. در سال 1974 میلادی برابر با سال 2533 ایرانی و در چنین روزی افسران یونانی در قبرس بر ضد اسقف ماکاریوس رئیس این کشور کودتا و او را برکنار کردند و با این عمل خود باعث بی‌ثباتی اوضاع این جزیره شدند. و در سال 2007 میلادی برابر با سال 2566 ایرانی دود کردن دخانیات در محل‌های سرپوشیده در انگلستان اعم از کافه و اداره و دفاتر کار اکیداً ممنوع شده است.